سلام دوستان، وقتتون بخیر. کریمی هستم و با یه آموزش کوتاه دیگه در خدمتتونم. این جلسه میخوام راجع به روش تهیه لعاب کاشی هفت رنگ خیلی مختصر و کوتاه توضیح بدم خدمتتون. چیز پیچیده ای نداره. توی پلیلیستی که مربوط به کاشی هفت رنگ بود توی جلسه اولش توضیح کامل راجع به تفاوت کاشی هفت رنگ و معرق و چاپی و اینکه از چه تاریخی لعاب توی ایران استفاده شده و روی آجر چطوری کار کردن، بحث سیاه قلم و اینکه حتی مواد تشکیل دهنده لعاب قلمگیری چی هستش توضیح رو دادم. و امروز میخوایم بریم سراغ یه ویدئویی که توی کارگاه تهیه کردم و ببینیم آقا مراحل ساخت لعاب به چه صورت هستش. به صورت کلی اگر ابتدا هم بخوام بگم که همه رو جز به جز توضیح میدم خدمتون، لعابی که ما برای کاشی هفت رنگ تولید میکنیم قسمت عمدهش MT60 اپک داره، در مواردی حلالش آبه و از جوهرهای رنگی بسته به رنگی که مورد نیازمون استفاده میکنیم. حالا دونه دونه هم من توضیح میدم که آقا مثلا اپک اصلا چی هستش یا مثلا MT60 چی هستش. دوستان همونطور که ملاحظه میکنید یک کیسه MT60ه. MT60 چی هستش؟ یک لعاب بیرنگه و یه حالت شیشه‌ای رو سطح کاشی ایجاد میکنه و نقش و نگار زیر کاشی رو ما میتونیم ببینیم، حالا کاشی باشه یا لعاب باشه. بین 880 تا 980 درجه پخت میشه، بهش لعاب شیشه هم میگن به خاطر اینکه از خورد کردن شیشه به دست میاد، در واقع ماده اصلیش خورده های شیشه هستش. حالا تو بازار بهش ترانس هم میگن که فکر میکنم برگرفته از همون ترانسپرنسی، یعنی شفافیت، و در واقع باید بهش میگن ترانس که دیگه به اسم حالا ترانس جا افتاد اگر جایی شنیدین. اتفاقی که میفته ما مثلا اگه 1 کیلو MT60 داریم استفاده میکنیم 4% لعاب رنگی استفاده میکنیم که توی تصویر من کامل بهتون نشون میدم به چه صورت هستش. این باعث میشه که به میزان زیادی مصرف جوهر رنگی رو کاهش بده، پس پایه اصلیمون میشه همین MT60. و اتفاق دیگه ای هم که میفته به واسطه اون ضخامت کم و سختی بالایی که داره افزایش مقاومت مکانیکی فیزیکی شیمیایی بدنه کاشی و سرامیک رو بالا میبره، مسائل بهداشتی حل میشه با وجود این مسئله، دیگه خلل و فرجی نمیمونه روی سطح کاشی و سرامیک، ناصافی ها و عیوب جزئیشو کلا میتونه از بین ببره و قسمت عمده از زیبایی کاشی هفت رنگ یا سفال مدیون همین وجود MT هستش. خب همونجوری که تو تصویر دارید ملاحظه می فرمایید ما حدود 1 کیلو و 16 گرم فکر میکنم MT60 داشتیم، حالا اگر بگیریم 1 کیلو و 4% میشه 40 گرم، و به عبارتی اگه 1 کیلو و فکر میکنم 16 گرم باشه باید برسیم به 1 کیلو و 56 گرم، که همونجور که میبینید الان همکارم یه مقدار بیشتر ریختن باید بردارن از اون لعابه، که لعاب نیاز نیست که خیلی تیره بشه، اگر لعاب خوبی داشته باشیم خیلی خوبی داشته باشیم گاهی اوقات تا 3% هم جواب میگیریم. پس اتفاقی که میفته ما حالا همون لعاب رنگی یا جوهر رنگی رو داریم، MT60 رو با همون میزانی که گفتیم 1 کیلو MT60 و 4% لعاب رنگی که بشه همون در واقع 40 گرم هم میزنیم، حلالش آبه. ببینید با دست درست الان دارن هم میزنن، ولی خب ما الان داریم از یه دریل استفاده میکنیم که کامل هم بخوره و در مواردی اگر نیاز باشه و حجم زیاد باشه از دستگاهی به اسم بال میل استفاده میشه که من میتونم عکسش هم بهتون نشون بدم، یک در واقع آسیابی هستش که اینو باعث میشه که همزدگیش بیشتر بشه و این حالت خامه‌ای که ایجاد میکنه خیلی مرتب تر در بیاد. ببینید الان این واسه هفت رنگ استفاده میشه، برای کاشی هفت رنگ. اگر قرار بشه روی آجر لعابی که اونجا میبینید و با پیستول ریخته بشه باید غلظت کمتری داشته باشه. دوباره همه این چیزایی که گفتم و با هم دیگه بررسی میکنیم که کامل براتون جا بیفته. دوستان توجه بفرمایید، براقیتی که روی سطح این کاشی هفت رنگ دارید میبینید به واسطه همون MT60 هستش که کاشی هفت رنگ باید اینو داشته باشه. عرض کردم خدمتون مقاومت کاشی رو میبره بالا، زیباییشو چند برابر میکنه و بدون این براقیت اصلا کاشی هفت رنگ حرف زیادی واسه گفتن نداره. ببینید این آجر لعابی که 3000 سال قبل تو ایران کار شده اون براقیت رو به اون صورت توش نمیبینید، اوکی؟ ولی توی کاشی هفت رنگ و معرق
که حالا هفرنگ از 500 سال قبل داره تو ایران استفاده میشه، ما اینو روی سطحش داشتیم. در گذشته چی کار میکردن که خب خورده شیشه نبوده، برای اون براقیت از چی استفاده میکنن؟ از یک گیاه استفاده میکردن به اسم اشنان. اشنان گیاهی که فقط تو شورزار در میاد همونطور که دارید میبینید و خودش هم اصلا یه مقدار شورمزه است. اینو آتیش میزدن ولی نمیذاشتن کامل بسوزه، تا یه حدی که شعله برمیشده خاموشش میکردن، خاکسترشو با 50% مثلا از خاکستر این و 50% پودر سیلیس قاطی میکردن. بعد که خب به این ترکیب رسیدن 6 ساعت با 1200 درجه اینطورا حرارت میدادن، در ادامه هم بهش سیلیس خامو آب اضافه میکردن و به یک دوغاب بیرنگی میرسیدن که دقیقا کار همین MT60 رو میکرده. اینم توضیح MT60 راجبه بالمیل گفتم که عکسش رو من خدمتتون نشون بدم. یه دستگاه اینفورمیه که یه آسیابیه که در واقع کمک میکنه ما لعاب همگنتری رو داشته باشیم. مسئله دیگه ای هم که نیاز به توضیح هستش اینه که ببینید ما لعاب رو وقتی میسازیم و استفاده میکنیم، ببینید این کاری که الان شما میبینید با کاری که میره توی کوره کاملا متفاوته. اینو من توی ویدیوهای هفرنگ کامل توضیح دادم که قبل کوره و بعد کوره رنگا خیلی فرق میکنه. الان این قرار بشه یک رنگ این شکلی. یه نکته دیگه هم عرض کردم خدمتون راجع به این که به صورت هفرنگ میخواییم کار کنیم یا با پیستول پاچیده بشه روی آجر یا حالا کاشی، ببینید این غلظتش اگر بیشتر باشه به درد کار هفرنگ میخوره، اگر کمتر باشه به درد پیستوله میخواه، یعنی با پیستوله میشه کار کرد، که باز توی این ویدیو من میتونم کامل خدمتون توضیح بدم که ببینید این کار هفرنگه دیگه. غلظت اینجا یعنی لابی که واسه این کار تهیه میکنید باید بیشتر باشه. اون براقیتی که دارید روی کار همین الان میبینید عین کار، تازه الان پخت نشده، حتی اون با واسطه همون امتیش هسته و این خطوطی که دارید میبینید سیاه قلم، که باز ویدئوی داشتیم راجع به سیاه قلم، اگر توی یوتیوب چک بفرمایید ببینید ما حتی توی این مواد سیاه قلم هم از MT استفاده میکنیم. مسئله بعدی هم که وجود داره گاهی اوقات لعابدهیمون دیگه به صورت سنتی و قرقاب کردن اون آجر یا کاشیه که اینجوری کامل لعاب آماده میشه، غلظتش میبینید خیلی کم و پاچیده میشه روی کاشی یا سرامیکمون یا آجرمون، که باز راجع به این من ویدیو کامل براتون آماده میکنم. امیدوارم که کلیات مبحث رو گرفته باشید به چه صورت هستش. اوپک هم که عرض کردم خدمتون در مواردی اضافه میشه به خاطر ضریب شکست بالایی که داره پوشانندگی خیلی بالایی ایجاد میکنه و مقاومت لعاب رو میبره بالا. یه نکته هم بگم، زخامت خیلی زیاد لعاب فکر نکنید مثلا گزینه خوبیه، نه، اون خودش باعث ترک خوردگی سطح لعاب میشه که خب یک عیب محسوب میشه، هرچند که توی لعابکاری چینی در خیلی سال قبل اونو به عنوان یه زیبایی میشناختن، ولی در واقع یک عیب محسوب میشه. با پیستول هم اگر قرار آجر یا کاشی رو لعاب بزنن به این صورت هستش که من سر فرصت ویدئوی کامل راجع به لعابدهی چه به صورت قرقاب و بحث پیستوله رو براتون آماده میکنم. فکر نمیکنم نکته دیگه‌ای قابل ذکر باشه، البته مبحث که زیاده توی بحث لعاب و بحث کاشی، اما فکر میکنم کلیات موضوع رو تا اینجا گرفته باشید. موفق و معید باشید.